سلام دوستان، در خدمتون هستم. برای پیام شخص احساسی دوستان توجه کنید، این پیام این شخص هست وقتی که ترمزهای روانی وجود ندارن. پیامی که روح این شخص داره به شما میده و اون چیزی که واقعا در درونش هست. و اگر ما همه این به قول معروف موانع را برداریم، این شخص چه حرفی میخواد به شما بزنه؟ پس با همدیگه بریم پیام این شخص احساسی رو با همدیگه ببینیم. شک و تردید دارم و مقداری سردرگم هستم. محتاط هستم و نمیخوام اشتباه کنم. صبر میکنم، منتظر هستم تا این بحران در مورد مسائل خانوادگیم رو پشت سر بگذارم و احتیاج به کمک دارم. در تابستان گرما خواهد آمد و همه امیدها جایز خواهند بود. امید دارم که جهتم رو پیدا کنم به سمت تو، جفت روحی من، نیمه گم شده من. بله، امید دارم که آرامش و صلح وارد رابطمون بشه. امید به یک عشق بی شرط و شروط دارم. این جدایی قلب من رو به درد آورده. امید دارم که در این شورزار عاطفی گلی بروید. و در کنار هم باشیم و به سمت هم دوباره جذب بشیم. در حال حاضر خودم رو کنار می کشم. با یه تفاوت‌های زیادی بین من و تو وجود داره. با همه اینها دوست دارم با هم آشتی کنیم. خودم رو آزاد می کنم و به سمت تو بسیار جذب هستم. من معتقد هستم و ملاقات من و تو در سرنوشتمون نوشته شده بود. من به تو وفادار هستم ولی تحت تأثیر دیگران و اینکه نمیدونم چگونه اون چیزی رو که در سر و دلم هست رو در مقابل دیگران تأیید کنم و تأکید کنم. در همه لحظه به تو وصل هستم و تو رو حس می کنم. در حال حاضر برات نمی نویسم ولو اینکه فکر می کنم و خودم جلوی خودم رو میگیرم که حتی یک قدم به سمت تو بر ندارم. میدونم که خودم رو دارم قربانی میکنم و تو رو قربانی میکنم، ولی این من هستم که انتخاب کردم. احساس میکنم که در زندان هستم و اینکه نمیدونم چگونه میتونم خودم رو آزاد کنم. حسودا دارن رابطه ما رو خراب میکنن. من با تو برابر هستم، از من بتی نساز.
من خواب لحظات با تو بودن رو میبینم. خب دوستان، با همدیگه دیدیم که شخص احساسی هنوز شک و تردید داره و اینکه بسیار محتاط هست و باز هم حرف از انتظار و صبر میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر که دورای بحرانی رو در مورد خانوادهش داره پشت سر میگذاره و اینکه حرف از تابستان میزنه. فصل تابستان شاید اتفاق بیفته دوستان، حرف از تابستان و موفقیت و گرما میزنه و اینکه انگار این شخص هنوز سردرگم هست. ببینید دوستان، کارت ها حرف این، من فهم میکنم یک سری از عزیزانی که در شخص احساسی شما متوجه شدن که رابطه ای دارن با شما، ولی اینکه دلشون بخواد این رابطه رو قطع کنن نمیتونن قطع کنن، پس رو متوجه این شدن که یک رابطه خاص و یک به قول معروف ریسمان خاصی بین شماها وجود داره دوستان، و اینجا تاکید میکنه این مسئله رو و اینکه دوست دارن که واقعا یک صلح و آشتی بینتون باشه. ولی شاید در حال حاضر ببینید باز هم جدایی برای یک سری از شما دوستان جدایی افتاده اینجا، یعنی شما جدا هستین از هم دیگه. بعد نگاه کنین شخصی هستش که واقعا ناراحت از این موضوع و باز هم کارت امید داره که ببینید در این بیابانی که وجود داره یک گل اینجا رسته به قولن، و توجه کنین که دوست داره که باز هم این کارت، و نگاه کنین توجه کنین دوستان یک کارت دیگه هم بود که این حرف از گرایش شدیدش رو به سمت شما میزد. این کارت نه، این دوتا کارت ها حرف از گرایش شدیدش به سمت شما میزد و فکر به این هستش که با هم دیگه آشتی کنین، ولی همونجور که گفت برای تفاوت هایی که بین شما وجود داره احتیاج به این داره که خودش رو رها کنه. مقداری خیلی به شما فکر میکنه دوستان، خیلی به شما وفادار هست، ولی تحت تاثیر انرژی سالس حتما بین شما وجود داره، تاثیرات منفی وجود داره توی این رابطه. ببینید این شخص حتی جلوی خودش رو داره میگیره که چیه با شما صحبتی انجام بده، و اینکه دوستان توجه کنین که این شخص پس خودش هم متوجه هستش که خودش داره به خودش ظلم میکنه و خودش و شما رو قربانی شرایطی کرده، ولی شاید همونجوری که در اول فال دیدیم مسائل خانوادگی برای این شخص، شاید مشکلات خانوادگیش آنچنان زیاد هست که در حال حاضر شاید مسئله جز این که بخواد این کار رو انجام بده کاری جز این نمیتونه انجام بده. خب خبر خوب این هستش که هنوز به سمت شما بسیار گرایش داره و اینکه دوست داره دو مرتبه به سمت شما برگرده. دوستان عزیزان، من از شما خداحافظی میکنم، بهتون میگم روز روزگار خوش، خدا نگهدار دوستان.